اعتراف های سامی الجبوری معاون ابو بکر بغدادی سرکرده سنی های تندروی داعش را که اکتبر گذشته در یک عملیات امنیتی در خارج از عراق دستگیر شد منتشر شد الجبوری در این اعترافات درباره مکانیزم فعالیت تروریست های داعش سرکردگان آن و درآمدهای مالی آن سخن گفته است وی در این اعتراف ها که توسط روزنامه رسمی قوه قضاییه عراق منتشر شد اعتراف کرد سال 2013 از سوی ابو بکر بغدادی به عنوان مالیات گیرنده در ولایت نینوا منصوب شدند. از افراد مرفه، صاحبان پمپ بنزین ها، مدیران شرکت ها، بازرگانان و پزشکان باج و خراج می گرفتیم. ارزش مالیات های ولایت نینوا به حدود نیم میلیون دلار در ماه می رسید. معاون سرکرده داعش افزود پس از سال 2014 که داعش کنترل استانهای نینوا و صلاح الدین را به دست گرفت استخراج نفت و دیگر مشتقات را از میادین القیاره و علاش در سمت عراق و میادین التنک، عمر، الشوله، سعیوه و کنکو در سمت سوریه آغاز کردیم به طوری که عواید و درآمدهای داعش در دو سال بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون دلار در سال بود و به دیوان بیت المال داده میشد تا آن را در زمینه های مورد نظر هزینه کند.